سرخط خبرها. تغییر موضع تل آویو و کنار گذاشتن سیاست سکوت. نتانیاهو میگوید در دو سال گذشته صدها بار به اهداف ایرانی در سوریه حمله کرد. سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا از قاهره تا ریاض، هدف آشتی دادن کشورهای عربی و یارگیری علیه ایران. هشدار نخست وزیر بریتانیا درباره بنبست برگزیت. ترزا می میگوید خارج نشدن از اتحادیه اروپا پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت. و یک سال پس از قتل زینب، جامعه پاکستان برای جلوگیری از کودک آزاری چه کرده؟ سلام، عصر یک شنبه‌تون بخیر. به اولین بخش خبری زنده امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. نخست وزیر اسرائیل تایید کرده کشورش تا کنون صدها بار به اهداف ایران و حزب الله لبنان در سوریه حمله کرده. بنیامین نتانیاهو میگوید در حمله هوایی اخیر جنگنده های اسرائیل به دمشق، انبارهای حاوی سلاح‌های ایرانی در فرودگاه بین‌المللی دمشق هم هدف قرار گرفته. دیروز هم گادی آیزنکوت، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ادعا کرده بود که کشورش در دو سال اخیر به هزاران هدف ایرانی در سوریه حمله کرده، چیزی که به گفته این ژنرال اسرائیلی باعث شده ایران تمرکزش را از سوریه به عراق بازگرداند. گوشه ای از صحبت‌های بنیامین نتانیاهو را اول با هم بشنویم. در 36 ساعت گذشته نیروی هوایی ما به انبارهایی که سلاح‌های ایران در آنجا نگهداری می‌شد در فرودگاه دمشق حمله کرد. این حملات نشان می‌دهد که ما بیش از همیشه برای اقدام علیه ایران در سوریه آماده هستیم. درست همانطور که وعده داده بودیم. صحبت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل رو شنیدید. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل بریتانیا همراه ماست. آقای آریان، چه شد فکر می‌کنید که حالا آقای نتانیاهو اینطور پا برجا و محکم میگه که کار اونها بوده این حمله‌های نظامی و نه تنها حمله دیروز، که قبل از اون هم بارها حمله کردن؟ خب همیشه آقای نتانیاهو گفته بود که به هر حال حضور نیروهای ایرانی در سوریه خط قرمز ماست و ما باید این نیروها را خارج بکنیم. حالا که دارن خیلی آشکارا میگند و بیش از اونچه که ما میدانستیم که شمار حمله ها 200 بار ذکر شده بود یا بیشتر، حالا شده به صدها بار، اینها در راستای فشار بیشتر با آمریکاست و در راستای سفر وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه و به طور کلی شرایطی که برای اسرائیل به وجود اومده، چون این حمله ها رو به هر حال هدفهای ایرانی میگه ولی ممکنه هدفهای سوریه هم توش باشه و این چون اسم هدفهای ایرانی رو میاره برای کشورهای عربی قابل هضمه، برای اینکه اینا همه همپیمانان اسرائیل شدن به خاطر مقابله با ایران. خب با این اوصاف ایران در چه موقعیتی قرار میگیره در این حوالی؟ به خاطر اینکه از این صحبت میکنن که ما حتی تونستیم ایران رو عقب برونیم از سوریه و حالا در عراق نیروهاشون حضور دارن، برای همین اصلا به خاطر حمله های اسرائیل که ایران عقب نشسته. خب ایران مهرهای زیادی برای بازی در سوریه برای مقابله با اسرائیل نداره. ببینید ایران اونجا خب شماری از شیعیان پاکستانی و افغانی و به اضافه عراقی رو میخواست در اون منطقه به ویژه در حواری استان قنیطره اونجا اسکان بده و موقعیت خودشو محکم بکنه، ولی اسرائیلیا دارن مقابله میکنن. پیشتر هم گفته بودن تنها کاری که ایران تونست بکنه در اواسط سال گذشته این بود که چند موشک پرتاب کردن به اسرائیل که این هم واقعا فایده‌ای نداشت و در این حال روسیه هم کاری انجام نمیده. بنابراین ایران در موقعیت بسیار ضعیفی در سوریه قرار گرفته. تنها راه ممکن براش همون بازی کردن با گروه‌های نیابتی است، منتها در سطح خیلی کمتر با توجه به حملات اسرائیل. ممنونم حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل بریتانیا همراه ما. با
باز هم در اسرائیل این کشور میگوید همه تونل‌های زیرزمینی حفر شده به دست شبه نظامیان حزب الله را کشف کرده و عملیات ارتش کشور در مرزهای لبنان هم تمام شده. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل این تونل‌ها طی سال‌ها و با هدف نفوذ به خاک اسرائیل حفر شدند. ارتش اسرائیل از حدود یک ماه پیش عملیات گسترده‌ای با هدف انهدام تونل‌های زیرزمینی در مرزهای این کشور آغاز کرده. حزب الله لبنان تا کنون درباره این تونل‌ها اظهار نظری نکرده. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران کمک این کشور میگوید بازسازی سوریه پس از جنگ بسته به خروج کامل ایران از سوریه است. آقای هوک در مصاحبه با شبکه CNBC میگوید که آمریکا اجازه نمیدهد اتفاقی که در لبنان افتاد در سوریه تکرار شود. رئیس جمهوری آمریکا چند هفته پیش گفته بود چون داعش در سوریه شکست خورده آمریکا نیروهایش را از سوریه خارج میکند. سفر خاورمیانه‌ای وزیر خارجه آمریکا به میانه رسیده. مایک پومپئو که از امارات متحده عربی به قطر رفته بود، ساعاتی دیگر راهی ریاض می‌شود. آقای پومپئو خواهان پایان اختلاف‌های سیاسی میان متحدان عربی آمریکا و یک پارچگیشان در برابر آنچه که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران می‌خواند است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرین آسمی. مهمترین هدف سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به 9 کشور خاورمیانه اطمینان دادن به متحدان ایالات متحده است. اطمینان از اینکه خروج آمریکا از سوریه تغییری در استراتژی این کشور در مقابله با حکومت اسلامی یا داعش نخواهد داشت و رویکرد آمریکا نسبت به ایران و تاثیرش در خاورمیانه عوض نخواهد شد. ما درباره موضوعات مختلفی صحبت کردیم. به طور مشخص درباره ادامه جنگ ائتلاف به رهبری آمریکا با داعش. ما درباره مبارزه با تروریسم در سراسر جهان از آسیا و آفریقا تا اروپا و آمریکا صحبت کردیم. درباره مسائل دیگر از جمله اینکه چطور جمهوری اسلامی ایران را مجبور کنیم تا مثل کشوری عادی رفتار کند. خروج آمریکا از سوریه نیروهای کرد YPG را در شمال سوریه نگران کرده است. این نیروها به همراه ائتلاف رهبری آمریکا علیه حکومت اسلامی یا داعش می‌جنگند. اما خروج آمریکا از سوریه این نگرانی را ایجاد کرده که ترکیه به آنها حمله کند. ترکیه YPG را گروهی تروریستی می‌داند. با این حال وزیر خارجه آمریکا گفته درباره این مسئله با مولو چاوشوغلو همتای ترکیه خود گفتگو کرده و به رسیدن به توافق بین آنکارا و واشنگتن برای حمایت از امنیت کردهای سوریه خوشبین است. آقای پومپئو که قرار است تا ساعتی دیگر از دوحه به ریاض سفر کند، دیروز در ابوظبی گفت که روابط واشنگتن با ریاض رقیب منطقه ایران برای امنیت و ثبات منطقه ضروری است. با این حال پرونده قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد سعودی و نشانه رفتن انگشت اتهام ترکیه، غرب و کنگره آمریکا به سمت این مرد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی روابط آمریکا و عربستان را پیچیده کرده است. آقای پومپئو امروز گفت در سفر به ریاض در مورد این موضوع هم با ولیعهد عربستان سخن خواهد گفت. مایک پومپئو خواستار تشکیل جبهه عربی متحد علیه آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران خواند شد و گفته که عربستان سعودی در این راه نقش کلیدی خواهد داشت. فرین آسمی، BBC. علی سعدزاده روزنامه‌نگار تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سعدزاده، بگذارید اول از بحث کردها شروع بکنیم که به نظر میاد آقای پومپئو داره تلاش میکنه که به یک کردها امن باقی میمونن. واقعا این چقدر امکانش هست برای آمریکا که تضمینش رو بده در قبال ترکیه؟ باید تضمین بده، چون هم افکار عمومی اروپا ازش میخواد، هم افکار عمومی آمریکا ازش میخواد، هم منافع سیاسی آمریکا در منطقه ازش میخواد که یک به یک نحوی کردها رو به اصطلاح رها نکنه. و این حرفی که آقای پومپئو زده در حقیقت سعی هست در از بین بردن اون جوی رو که آقای بولتون هفته گذشته ایجاد کرده بود. اگر به یاد داشته باشید آقای بولتون هفته گذشته همین نظیر همین سفر آقای پومپئو به منطقه داشت و قبل از اینکه به ترکیه بره با یک لحن بسیار از نظر ترکا توهین‌آمیزی گفت که ما نخواهیم گذاشت که کردها که ترکا کردها رو سلاخی کنن. بعد وقتی که وارد ترکیه شد آقای بولتون هفته گذشته، اگر به یاد داشته باشید، آقای اردوان در یک سخنرانی بسیار تندی بسیار حمله کرد شخصا به آقای بولتون و گفت این نفرت انگیزه، این حقارت آمیزه،
که ما رو به عنوان قاتل کردها معرفی بکنن و حتی ملاقات تنظیم شده با آقای بولتون رو لغو کرد. حالا آقای پومپئو میخواد این اتمسفر بد رو به اصطلاح از بین ببره و گفته که من در یک مکالمات تلفنی با آقای چاوشوغلو به این نتیجه رسیدیم که یک هیئتی از کردهای سوریه ملاقات بکنن با ترک‌ها و راه حلی پیدا بکنن که اونجوری که اون گفته نه امنیت ترک‌ها مورد مخاطره قرار بگیره، نه اینکه به متحدین ما حمله بشن. جزئیاتی وجود داره، این جزئیات خیلی سخته، ما الان نمیتونیم درباره صحبت کنیم، ولی من امیدوار و خیلی به اصطلاح آینده نگر هستم. این مجموعه صحبتی که آقای پومپئو کرده و واقعا این سال $1,000,000 که این جزئیات چیست، این هیئتی که از کردها بایستی بره ترکیه چی هستند و توافقات بر سر چی انجام خواهد. اگر کوتاه جواب بدید، با توجه به اینکه منطقه رو سالهاست از نزدیک دنبال میکنید و با جزئیات، فکر میکنید چقدر خطر جنگ جدیه؟ ترکیه الان از جمعه گذشته شروع کرده نیروهاش رو در پشت مرز مرز سوریه زیاد بکنه و حتی امروز مشاور امنیتی آقای اردوغان گفتش که حتما باید نیروهای آمریکایی از ترکیه خارج بشن، اسلحه‌های کردها بایستی گرفته بشه ازشون و پایگاه‌های آمریکا باید جمع‌آوری بشه. این سخنان تهدیدآمیز ترکیه است که تا حدودی باید جدی گرفته بشه. ولی از طرف دیگه من فکر نمی‌کنم که آمریکا اجازه بده به این سادگی ترکیه وارد سوریه بشه. من پاسخی به این مسئله ندارم که از این بحران چجوری میخوان راحت بشن. همه در مخمصه قرار گرفتن، هم ترکیه هم آمریکا. من فکر میکنم که آمریکا شاید به ترکیه اجازه بده که در یک منطقه از شمال سوریه باقی بمانه و تا حدودی هم حتی ممکنه اجازه بده کردها با اسد نزدیک بشن تا ترکیه به اونا حمله نکنه. همونطور که میدونید کردهای سوریه میخوان حتی به اسد نزدیک بشن. علی سعدزاده، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب همراه ما. داستان عمومی و انقلاب استان کرمان در ایران میگوید فردی که دو کودک کار در این شهر را وادار کرده بود گلهایشان را بخورند بازداشت شده. به گفته دادخدا سالاری، تمام افرادی که در این رابطه کوتاهی کردند یا جرمی مرتکب شدند تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. نیکی محجوب خبرنگار ما خبر رو دنبال کرده. نیکی، کمی بیشتر توضیح بده که چه اتفاقی پیش اومده است. روز گذشته فیلم کوتاهی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشون میداد دو تا کودک دارن به اجبار فردی که پشت دوربین بود و با برخورد بسیار بد مجبور میشن که گل‌هایی رو که در دستشون هست بخورن و خیلی این واکنش‌های بسیار ناراحت کننده ای داشت. زمینه اینکه خب اصلا اون نوع برخوردی که با این دوتا کودک شده بود سوال برانگیز بود که این چی هست. تصور ایجاد شده بود که شاید این کارمند شهرداری باشه که البته این رو تکذیب کردن، گفتن این فرد کارمند یک شرکت پیمانکاری وابسته به شهرداری کرمان بوده. خب مسئولان چه واکنشی نشون دادن به این ماجرا؟ نکته مثبت این بود که تکذیب نشد، اومدن گفتن این اتفاق افتاده. نمونه‌ای که باعث شد یک مقدار امیدواری ایجاد بشه که شاید مقامات حساسیت موضوع کودک آزاری و توجه به کودکان رو مد نظر گرفتن، صحبتایی بود که امروز در ویدئویی که با هم می‌بینیم از شهردار کرمان می‌شنویم. این موضوع را پیمانکار شهرداری منطقه دوی ما از نیروهاش بوده که این برخورد با کودکان کار داشته که باعث هم ناراحتی همکاران من در شهرداری شده هم مردم کرمان. برخورد لازم صورت گرفت، به پیمانکار ابلاغ شد و مثلا این نیرو اخراج شده و بقیه موضوعات هم به لحاظ حقوقی در حال پیگیری هست که لازم میدونم هم از مردم کرمان و هم از جامعه ایران که به هر حال ممکن این کلیپ رو دیده باشن عذرخواهی بکنیم، گرچه که خود ما هم غیر از شهردار کرمان رئیس اورژانس اجتماعی تاکید کرده که این موضوع کودک آزاریه، قوه قضاییه باید پیگیری بکنه و گفته پیگیر وضعیت دو تا کودک هم هست. به غیر از اون رئیس کمیسیون بهداشت شورای شهر کرمان گفته فقط اخراج این فرد که امروز اعلام شد اخراج شده نتیجه بخش نیست، باید رسیدگی بشه، طبق قوانین با این قضیه برخورد بشه. استاندار کرمان دستور پیگیری داده، گفته دو تا تیم مختلف رو برای رسیدگی به وضعیت این دو تا کودک و این موضوع در این مسئله در اصل گذاشته تا رسیدگی بکنن.
میگم مسئله‌ای که وجود داره اینه که شاید بشه گفت برای نخستین بار هست که چنین موضوعی رو در ایران بهش میپردازن، مقامات مختلف بهش واکنش نشون میدن، پیگیری میکنن. درسته که حالا تصویری که امروز منتشر شده شاید برای خیلی از اینکه شهردار با دست گلی به سراغ کودک کار رفته آزاردهنده باشه، ولی از اون طرف باید در نظر گرفت که شاید میشه امیدوار بود به اینکه قرار هست یک سری تغییرهایی در نحوه برخورد با کودکان کار به وجود بیاد. البته ما هم این تصاویر رو خودمون استفاده نکردیم دقیقاً به خاطر اینکه ممکن بود آزاردهنده باشه. ممنونم نیکی محجوب اینجا در استودیو همراه من. برنامه رو با مروری بر سرخط خبرهای مهم روز ادامه میدیم. نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که کشورش تا کنون صدها بار به اهداف ایران و حزب الله لبنان در سوریه حمله کرده. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به خاورمیانه خواهان پایان اختلافهای سیاسی متحدان عرب و آمریکا و یک پارچگیشان در برابر ایران شد. در ادامه این برنامه، هشدار نخست وزیر بریتانیا درباره پیامدهای خارج نشدن از اتحادیه اروپا. مقام‌های دولت افغانستان میگویند تعداد وکلای مدافع در این کشور به گونه‌ای نگران کننده کم است و مردم از حمایت‌های حقوقی و دسترسی به وکیل محرومند. در حال حاضر حدود 2000 وکیل مدافع در افغانستان فعالند، در حالی که بر اساس معیارهای جهانی جمعیت 30 میلیونی افغانستان به 15000 وکیل نیاز دارد. سازمان‌های حقوق بشر در افغانستان هم می‌گویند که بسیاری از دادگاه‌ها بدون حضور وکلای مدافع برگزار می‌شود و این موضوع باعث می‌شود که عدالت درست اجرا نشود. زکیه عادلی معاون وزارت عدلیه یا دادگستری افغانستان از کابل همراه ماست. خانم عادلی، مشکلات سر راه وکلا در افغانستان بسیار زیاده. حالا اصلا تعداد رو بگذاریم کنار، اول نگاه بکنیم به همین 2000 نفری که وکیل هستن در افغانستان. دسترسی به موکلانشون در داخل بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها هنوز اونقدر که باید میسر نیست، به سادگی امکان پذیر نیست. چرا؟ سلام بر شما و بیننده‌های عزیز. ما اجازه می‌خوایم اول اصلاح بکنم، تعداد وکلای مدافعی که در افغانستان فعالیت می‌کنند به شمول وکلای مدافعی که در وزارت عدلیه هست و همچنان در انجمن مستقل وکلای مدافع چیزی کمتر از 5000 نفر هست و این در صورتی هست که باید در افغانستان مطابق معیارها حداقل 15 وکیل مدافع وجود داشته باشه. مشکلات بسیار عدیده سر راه وکلای مدافع در افغانستان هست، اما من میخوایم توجه شما را به چند نکته جلب بکنم و علت مشکلات در کجاها هست. اولتر از همه فرهنگ استفاده از وکلای مدافع در افغانستان یک مسئله نو است، یعنی یک پدیده جدید است. بعد از حکومت جدید چیزی حدود کمتر از 2 دهه هست که ما تجربه استفاده از وکلای مدافع در افغانستان داریم. حتی انجمن مستقل وکلای مدافع چیزی کمتر از 10 سال است که تأسیس شده. پس بنابراین با توجه به وضعیت بد اقتصادی که مردم می داشته باشند و از طرفی ضرورت به استفاده از وکلای مدافع هست، باعث میشه که مردم توان پرداخت کافی و وافی هزینه وکیل مدافع را در افغانستان نداشته باشه. یک مثلا. مسئله دیگه مسائل ناامنی که در افغانستان وجود دارد. در ولایات ناامن مردم امکان دسترسی به وکیل مدافع را نمی داشته باشه. همچنان ناهماهنگی هایی که بین ادارات زیربط وجود دارد، محاکم، سارانوالی و وکلای مدافع، به خاطر نبودن پدیده استفاده از وکیل مدافع هست. و همچنان معاش و یا حقوقی که وکیل مدافع دریافت میکنه معاش چندان قابل توجهی نیست که در واقع ایجاد انگیزه بیشتر برای فعالیت وکلای مدافع داشته باشه. مجموعی عوامل باعث شده که مشکلات زیادی سر راه وکلای مدافع در بله شما وزارت دادگستری هستید، تامین عدالت، شما قراره که مواظب باشید که عدالت در در افغانستان تامین بشه. شما چه برنامه‌ای دارید برای اینکه وکلای مدافع از این مشکلاتشون کم بشه و تعدادشون دست کم حداقل اونهایی که هستن دسترسیشون به موکلانشون راحت باشه؟ دقیقاً
مطابق ماده 31 قانون اساسی و همچنین مطابق قانون سوم وکلای مدافع افغانستان، وظیفه توظیف وکلای مدافع برای افراد بی‌بضاعت متوجه وزارت عدلیه است. ما در استراتژی 5 ساله وزارت عدلیه کوشش کردیم این مشکلات را در نظر بگیریم و مقرره مساعدت های حقوقی یا وکلای مدافع که در تطابق با استراتژی وزارت عدلیه و همچنان تعهدات داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی افغانستان تنظیم شده، کوشش کردیم که راهکارهایی را بسنجیم تا باعث کاهش مشکلات وکلای مدافع شویم. مقرره مساعدت‌های حقوقی در حال بازنگری شده و برای تایید نهایی به کابینه ارسال شده. ما امیدوار هستیم که پاس شود. در اونجا کمیسیون عالی مساعدت‌های حقوقی پیش بینی شده و این در صورتی است که قبلا ما برد مستقل مساعدت‌های حقوقی را داشتیم که به لحاظ کارایی مؤثریت لازم نداشت و نمیتونست تا حد زیادی مشکلات وکلای مدافع را مرفوع بده. اما مساعدت‌های حقوقی با توجه به این که از نهادهای زیر ربط در اونجا عضویت دارند، مثلا از لوی سارن والی هست، از سستر محکمه، از وزارت داخله و نهادهای انجمن مستقل وکلای مدافع، ما امیدوار هستیم که هماهنگی های بیشتر بین این نهادها و ارگان ها با وجود بیاید در جهت کاهش مشکلات وکلای مدافع در افغانستان. ممنون از فرصتی که ما دادید. زکی عادلی، معاون وزارت عدلیه یا دادگستری افغانستان. برنامه رو با دو خبر کوتاه در مورد ایران ادامه میدیم. حسن آقا میری، روحانی که از سوی برخی رسانه‌های ایران لقب روحانی تلگرامی گرفته بود، با انتشار عکسی در صفحه شخصی اینستاگرامش از خلع لباس دائم و 2 سال حبس به حکم دادگاه ویژه روحانیت خبر داد. او اضافه کرده که حکم زندانش 5 سال تعلیق شده. آقا میری که در اینستاگرام 1,300,000 نفر دنبال کننده دارد، به دلیل سخنرانی های انتقادی و انتشار کلیپ های جنجالی در شبکه های اجتماعی شهرت یافته و در میان نسل جوان محبوب است. و وزارت خارجه ایران کاردار لهستان در تهران را در اعتراض به برگزاری نشستی بین‌المللی در این کشور احضار کرد. جمعه پیش مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا 1 ماه دیگر کنفرانس جهانی درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران در ورشو را برگزار خواهد شد. دیروز محمد جواد ظریف هم به تندی از لهستانی‌ها انتقاد کرد و امروز هم مقام‌های سینمایی ایران مراسم هفته فیلم لهستان را که قرار بود در تهران برگزار شود لغو کردند. کاخ سفید میگوید گزارش واشنگتن پست درباره جزئیات صحبت‌های دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توهین‌آمیز است و ارزش پاسخ دادن ندارد. در گزارش روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های فعلی و قبلی آمریکایی آمده بود که دونالد ترامپ پس از نشست سال 2017 با ولادیمیر پوتین در آلمان از مترجمش خواسته جزئیاتی از این دیدار را به مقام‌های دولتی ارائه نکند. گزارش های واشنگتن پست پس از آن منتشر شد که FBI تحقیقاتی را درباره احتمال اقدام پنهانی ترامپ به نفع روسیه آغاز کرده. نخست وزیر بریتانیا هشدار داده خارج نشدن این کشور از اتحادیه اروپا عواقبی فاجعه بار برای اعتماد عمومی مردم به سیاستمداران خواهد داشت. 2 روز مانده به رأی‌گیری درباره توافقنامه خروج در مجلس بریتانیا، خانم می در مقاله‌ای بار دیگر از نمایندگان خواسته آن را تصویب کنند. همه پیش‌بینی‌ها حاکی از رد شدن این توافقنامه در مجلس است. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر تاکید کرده که راه خروج از بن‌بست سیاسی بر سر برگزیت برگزاری یک انتخابات زودرس پارلمانی است. بهرنگ تاجدین و جزئیات بیشتر. صبح یک شنبه مجلس بریتانیا تعطیل است و خیابان‌ها خلوت، ولی سیاست در صفحات روزنامه‌ها و روی آنتن شبکه‌های رادیو تلویزیونی ادامه دارد. 2 روز مانده به رأی‌گیری سرنوشت ساز درباره توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا، دولت تنها کورسوی امیدی درباره تصویبش دارد، ولی تلاش برای جلب نظر مخالفان را رها نکرده. نخست وزیر بریتانیا در مقاله‌ای در یک هفته‌نامه خروجگرای دستراستی نوشته اگر مجلس این توافق را به خاطر منافع ملی تصویب نکند، ما با خطر خروج بی توافق مواجه می‌شویم و همه تردیدی که برای مشاغل و امنیت به دنبال دارد. چنین کاری زیر پا گذاشتن فاجعه بار و نابخشودنی اعتماد به دموکراسی ماست. پیام من به مجلس این است، وقت آن رسیده که بازی را کنار بگذارید و کار درست را برای کشورمان انجام دهید.
ولی خیلی ها در پارلمان از جمله بعضی از نمایندگان حامی دولت معتقدند کار درست رد این توافق است. گمان می رود سه‌شنبه مجلس با اکثریت قابل توجهی آن را رد کند. سوال این است که اگر توافق رأی نیاورد برنامه دولت چیست؟ وزیر برگزیت تلویحاً می گوید مجلس دیر یا زود بالاخره تصویبش می کند. پارلمان باید تصمیم بگیره، ولی فکر کنم چیزی شبیه همین توافق تصویب میشه، چون این توافقیه که خواسته خروج طلبانی مثل من برای کنترل مهاجرت، توقف پرداخت های سنگین و در دست گرفتن اختیار ماهیگیری و کشاورزی رو برآورده میکنه. همزمان به خواسته های کسب و کارها هم احترام میذاره. رهبر حزب اصلی مخالف دولت میگوید ترزا می خیلی چیزها را فدای رؤیای پیمان تجارت آزاد با آمریکا کرده. مشکل اینه که دولت و نمایندگان محافظه‌کار تمام مدت فکر توافق با دونالد ترامپ و یا یکی دیگه بودن، به جای اینکه روی رسیدن به توافقی جامع با اتحادیه اروپا تمرکز کنند. در نتیجه به توافقنامه برگزیت رسیدیم که در دراز مدت برای حقوق مردم، مبادلات تجاری و مخصوصا وضعیت در ایرلند شمالی به شدت ضرر داره. فعلا فقط از یک چیز میشود تا حدی مطمئن بود، اینکه توافق سه‌شنبه تصویب نمیشود. بعد از آن هر چیزی ممکن است. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. درست یک سال پیش قتل دختری 6 ساله در پاکستان سر و صدای زیادی به پا کرد. این سر و صداها به باور خیلی ها فرصتی شد تا جامعه محافظه‌کار پاکستان نگاه دوباره به مسئله کودک آزاری بیاندازه. اما آیا در یک سال گذشته چیزی عوض شده؟ سکندر کرمانی خبرنگار بی بی سی برای پیدا کردن پاسخ به زادگاه زینب رفت. زینب مادر. مادر زینب لباس مدرسه او را هنوز دور نینداخته. یک سال از مرگ زینب گذشته. مادرش میگوید هنوز با این حادثه کنار نیامده. زینب 6 ساله را ژانویه پارسال یک نفر دزدید و کشت. حادثه ای که تمام پاکستان را در بهت فرو برد. قاتل زینب پاییز پارسال اعدام شد. خانواده زینب میگویند عدالت اجرا شده، اما هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا کودکان دیگر در امان باشند. هنوز خیلی حادثه هایی مثل این پیش میاد. باید دوربین های مدار بسته رو زیادتر کنند. دولت هم باید درباره سوء استفاده از کودکان اطلاع رسانی کنه و اینا رو در مواد درسی مدارس بیاره. زینب رو بین این زباله ها پیدا کردن. یکی از 8 دختر بچه ای که قربانی اعمال یک نفر شدن. مرگ زینب باعث شد بحث آزار کودکان در پاکستان بالا بگیره. موضوعی که صحبت ازش برای خیلی از کسانی که اینجان راحت نیست و از قربانی ها معمولا حمایت لازم رو نمی کنن. دختر این مرد یکی دیگر از قربانیان قاتل زینب بود. او نجات پیدا کرد، اما هیچ وقت حمایت نشد و مشاوره‌ای دریافت نکرد. حتی از صدای بسته شدن در میترسه. آدم‌های ناشناس رو می‌بینه وحشت می‌کنه. چه کارهایی می‌کنه؟ تو خونه قایم میشه و در رو روی خودش می‌بنده. اگه صدای کسی بلند بشه می‌ترسه. از بعد حادثه اینطوری شد. آپ نے کبھی کسی بھی اجنبی کو مدیر این مدرسه در قصور به بچه ها درباره سوء استفاده از کودکان میگوید. این که اگر کسی خواست آنها را لمس کند چه باید بکنند؟ بخشی از برنامه جدیدی که مسئولان شهر در چند هفته اخیر به اجرا گذاشتند. مهم اینه که با هم حرف بزنیم، با بچه ها در خونه و مدرسه حرف بزنیم. آگاهی نقش اساسی داره. باید درباره چیزایی که ازشون فرار میکنیم حرف بزنیم. و حالا تلاش برای تصویب قانون زینب برای مؤثرتر شدن رسیدگی به پرونده های کودک آزاری. خانواده زینب امیدوارند تراژدی مرگ او پیامدهای خوبی هم داشته باشد. سکند کمانی، بی بی سی نیوز، قصور. وزارت داخله افغانستان در روزهای گذشته 2 فهرست از افرادی را منتشر کرده که میگوید به قتل، دزدی، آدمربایی و مختل کردن نظم پایتخت کابل متهمند. این کار بخشی از برنامه تازه وزارت سرپرست جدید وزارت داخله امرالله صالح است. در برنامه امروز هشتگ شما نظر شما رو درباره برنامه‌های تازه وزارت داخله افغانستان برای کاهش جرایم می‌پرسیم. چقدر به این برنامه‌ها و تأثیراتش خوشبینید؟